برنامه جهانی غذای سازمان ملل WFP از کشورهای جهان خواسته تا به افغانستان کمک کنند تا با بدترین بحران غذایی تاکنون مقابله کند. این سازمان در گزارش اخیر خود که روز دوشنبه منتشر شد، حکومت ضعیف طالبان و سیاست‌های بین المللی را عامل بحران انسانی در افغانستان دانسته که در آن بیش از 90% خانواده‌ها گرسنه هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل پیش از این نیز در گزارشی مشابه وضعیت افغانستان را به عنوان بدترین بحران بشردوستانه روی زمین توصیف کرده بود، در حالی که جامعه بین المللی هنوز در فکر چگونگی کمک به شهروندان افغانستان نیستند. در همین حال در گزارش دیگری که توسط مجله فارین پالیسی منتشر شد آمده، کمک‌های کمک کننده بین المللی زمانی که طالبان قدرت را در سال گذشته به دست گرفتند به یک قطره کاهش یافت و قطع شدن کمک‌ها از نظر اقتصادی ویرانگر بود. البته حکومت طالبان در این تقصیر سهیم است و تلاش می‌کند این کمک‌های بین المللی را به درآمدی برای خود تبدیل کند. WFP در آخرین گزارش خود که به وضعیت مواد غذایی در افغانستان را تا پایان نوامبر 2022 اشاره می‌کند می‌گوید اکنون در حال افزایش منابع برای کمک به بیش از 22 میلیون نفر هستیم. دیوید بیزلی مدیر اجرایی WFP در مصاحبه اخیر خود با شبکه BBC گفت وضعیت به اندازه‌ای بد است که نمی‌توانید آن را تصور کنید. در واقع ما اکنون به بدترین بحران انسانی روی زمین رسیده ایم. در همین راستا گفتگویی داشتم با دکتر سید کاظم حسینی کارشناس مسائل اقتصادی از ایتالیا و از ایشان پرسیدم با توجه به تسلط طالبان چگونه و با چه سازوکاری میتوان از رسیدن کمک ها به مردم افغانستان اطمینان حاصل کرد. عرض سلام دارم خدمت بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. موضوعی که در حال حاضر برای مردم افغانستان مطرح است این است که وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه بعد از آمدن طالبان بسیار بد شده. با توجه به اظهارات نهادهای بین المللی در این رابطه وضعیت به یک وضعیت بحرانی تبدیل شده است. نکته جالبی که در این رابطه وجود دارد این است که تأمین مواد غذایی به عنوان مشکل اصلی نیست، بلکه نحوه رساندن این کمک ها به دست مستحقین در سراسر افغانستان به عنوان یک بحران، به عنوان یک مشکل با چالش مطرح است. چرا؟ چون که نهادهای بین المللی اگر بخواهند کمکی هم انجام بدن، خود دولت طالبان مانع از این است که این کمک ها به دست مستحقین واقعی برسد. در افغانستان برخی ولایت ها هستند که واقعا مستحقن، ولی ولایت هایی هستند که به لحاظ اولویت در اولویت بعدی قرار می گیرند. اما طالبان دوست دارند که تمام این کمک ها به سمت ولایت هایی برد که واقعا در اولویت اول نیستند، ولی چون که موافق نظر طالبان هست این کمک ها به اون سمت سوق داده می شود و این واقعا یک مشکلی است برای نهادهای بین المللی. مثلا مردم سمت شمال افغانستان مثل سرپل، جوزجان یا مناطق مرکزی مثل دایکندی و امسالهم یا مناطق مثل پنشیر و اینا خیلی موافق طالبان نیست، اما واقعا مستحقند. نهادهای بین المللی در این قسمت ماندند که چی کار بکنند. البته به نظر من با توجه به تجربیاتی که این نهادها در سایر کشورهای جهان دارند خیلی راحت می شود که با یک جدول زمان بندی شده و یک هیئتی که متشکل از نهادهای بین المللی، از دولت طالبان و متنفذین هر ولایت که مردم اون ولایت واقعا میشناسن و دلسوز اون مردم هستن این کار رو به عهده بگیرن. وقتی که همچین هیئتی تشکیل شد با توجه به یک جدول زمانبندی و اولویت دار نهادهای بین المللی به طالبان واضح بگویند که ما
نظر ما این است که ابتدا این کمک ها به دست ولایت هایی که واقعا مستحق است برسد و تایید و اوکیش این هیئتی که ما در نظر گرفتیم انجام بدن، بعد از آن ما به اون ولایت هایی که مورد نظر شما هست کمک خواهیم کرد. اما کمک ما به اون ولایت هایی که مورد نظر شما هست مشروط بر این است که اولویت این جدول زمان بندی در نظر گرفته بشه و با این ساز و کار هم این کمک ها صورت میگیره، هم به دست مستحقین میرسد و هم طالبان مجبور است که این کار رو اجرایی بکند و از واگذار کردن این کمک ها مستقیما به دست طالبان ما نه در گذشته به نتیجه مثبت رسیدیم و نه در آینده. چرا؟ چون که طالبان با اون انگیزه فکری که دارن فکر میکنن بهتر از دیگران میفهمن و طوری تصمیم میگیرن که هیچ وقت وضعیت معیشتی مردم افغانستان به نتیجه مطلوب به وسیله این کمک ها نخواهد رسید. با تشکر از دکتر سید کاظم حسینی که از ایتالیا با ما همراه بودند.